امیدوار هستم که با من دقایق خوش داشته باشین و تا آخر برنامه مرا همراهی بکنین. برنامه امروز ما شامل یعنی پیرامون امپراتور مغول ها در هند است و قرار که هفته گذشته هم یک کم روشنی در او انداختم، اما این هفته میخوایم نه به قسمی که تمام جزئیات در این باشه، میخوایم که فقط در مورد هر شاه مغول در هند صحبت کنم و هم بعضی تصاویر دارم که خدمت شما تقدیم میکنم و در جریان برنامه آهنگ های و چند شعر هم دارم که از دوره مغول ها هست خدمت شما تقدیم میکنم و امیدوار هستم که برنامه امروز مورد توجه شما قرار بگیره. و در شروع میریم به یک آهنگ زیبای که از یک هنرمند هند با هنرمند افغان ساختش دارم، بسیار آهنگ زیباست، خدمت شما تقدیم میکنیم. میریم به آهنگ. دیشب که تو از مهر بابا مهر بابا آمده بودی آمده بودی دیشب که تو از مهر بابا که به از ماه تمام ماه تمام آمده بودی آمده بودی دیدم که به از ماه تمام ماه شب افروز رو خد خلق ببینم خلق ببینم خلق ببینم تا شرم شب افروز رو خد ببینا خلق ببینا با جلوه صبح از سر شام
اثر شام آمده بودی آمده بودی دیشب که تو از مهر بابا مهر بابا آمده بودی آمده بودی دوستان عزیز قرار که گفتم ما امروز پیرامون امپراتوری مغول ها در هند صحبت میکنم و شروع خب و باید بگویم که بعضی شعرها هم دارم که متعاقب از او بر شما تقدیم میکنم. امپراتوری مغول ها توسط بابر شروع شد، یعنی اولین شاهی که امپراتوری مغول ها را شروع کرد به نام ظهیر الدین محمد بابر بود که در افغانستان اول در خراسان کابل میگیره و در اونجا حکومت میکنه و بابر در کابل بسیار زیاد پیشرفت و ترقی را میاره و باید بگویم که بابر از سلسله مغول ها این خودش نواسه چنگیز بود، یعنی چنگیز کسی که افغانستان و ایران کرد و از طرف مادر نوادش بود، اما دیگه یعنی اولاده چنگیز خدمت های زیادی در هند و افغانستان برای پیشرفت فرهنگ، زبان نه تنها در افغانستان یا خراسان زمان یا خراسان زمین بلکه در هند هم خدمات زیاده کردن برای پخش و یا گسترش زبان فارسی، دری یا فارسی و فرهنگ خراسان بسیار زیاد زحمت کشیدن و این فامیل همه علم پرور و ادب پرور بودن و بسیار تحصیلات عالی داشتن هر کدامشان، نه تنها از نگاه زبان، نه تنها از نگاه حکومتداری اداری، از نگاه شعر و شاعری و همه که ما به مراتب به سلسله در قسمتشون صحبت خواد کردیم. اما در شروع در مورد بابر در افغان در کابل بسیار مشهور است، چون در کابل یعنی زیاد جایی را آباد کرده، مخصوصا باغ بابر یکی از زیباترین باغهایی هست که در کابل است و که مقبره او هم در اونجا هست و هم
خانم های عزیز که به نام شهر آرا و جهان آرا است که در کابل در شهر آرا فکر کنم باغ بسیار مشهوری بود که به نام باغ زنانه یاد می کردن و هم جهان آرا خانم دومش بود که ما برای میریم به تصویر اول. بله این هست بابر یا ظهیرالدین محمد بابر که سلسله از اینا از سال 1526 شروع شد تا 1857 این تمام امپراتوری از اینا دوام کرد که در شروع چطور هند میگیره که در اون وقت لودی ها بودن در شمال هند یعنی در دهلی و بعد دولت خان لودی کسی که با این لودی یک چی داشت با ابراهیم لودی یک دشمنی داشت ای چی میکنه کمک میکنه بابره که ای بیایه و هند میگیره و به می ترتیب میایه قسمت هند شمالی را بابر تصرف میکنه و در مدتی که بابر است بسیار یعنی در قسمت علم در قسمت شعر، ادب، زبان فارسی بسیار کوشش میکنه و زحمت میکشه تمام فرهنگ خراسان میاره به هند و یک تحت تاثیر فرهنگ و زبان فارسی میباشه و در ضمن خودش بسیار یک شاعر خوب و در قسمت اقتصاد، سیاست و مسائل اجتماعی بسیار تحصیل کرده می باشه و چند خانم داره که این وقت که مدت سلطنتش بسیار دوامدار نیست و این در سال 1530 فوت میکنه به سن 47 سالگی که به آرزوی خودش مقبرش به کابل انتقال میده چون جای بسیار زیاد انتخابی و که بابر علاقه داشت کابل بود و در او صورت خواهش میکنه که تا آرامگاهش در باغ بابر باشه که ما میریم به تصویر پنجم که تصویر باغ بابر است. بله اینجا باغ بابر است و هم تصویر ششم میریم بازم باغ بابر است و تصویر هفت میریم که آرامگاه بابر امی هست که در باغ بابر در کابل است و هم در زمانی که بابر در چی میباشه در سلطنت میباشه این کتاب نوشته میکنه به نام بابرنامه که در این تمام خاطراتش است که ما میریم به تصویر سه تصویر ای از تصویر دو بله و این یک بخشی از بابرنامه است و میریم به تصویر دو هم بله این چی هایی هست یعنی رسامی و آرت هست که در بابرنامه دیده شده خب بعد از این که بابر دفن میشه بعد از او پسر ای که به نام همایون است که نام مکملش به نام نصیرالدین محمد همایون است و ای به جای پدر خود به سلطنت می نشینه و در و حال میریم به تصویر هشت که در اینجا ای از تصویر همایون که در وقتی که ای حکومت میکنه یکمی چون سن بسیار جوان داره به سن 22 یا 23 ای به چی میشینه به تخت مینشینه و در این وقت ای بسیار زیاد از طرف شیرشاه سوری که اینا در
طرف لاهور و پاکستان حکومت دارن، از طرف اوی بسیار تهدید میشه و هم از طرف دیگه از طرف گجرات هم ای تهدید میشه. اما ای وقتی که میره به طرف گجرات حمله کنه، شیرشاه سوری میایه و آگره رو میگیره، اما ای دوباره گجرات داره ها میکنه و دوباره میایه آگره رو میگیره. در اینجاست که شیرشاه سوری با ای کوشش میکنه که مصالحه بکنه، اما مصالحه از این مثل یک فریب است، بخاطر که با ای مصالحه میکنه و میگه که ما عساکر ما در خدمت تو گذاشتیم، و بعد از ای که عساکر از ای آرام ریلکس میشن و دوباره میرن و در عین شب ای حمله میکنه و همایون فرار میته به ایران. ایران امروز که فارس او زمان بود، ای بعد در اونجا دولت صفوی ها میباشن که بعد از او دولت صفوی ها با همایون کمک میکنن و ای دوباره میایه و دهلی و شمال هند دوباره از نزد شیرشاه سوری میگیره و بر علاوه او فتوحات زیادتر هم میکنه و که هم تقریبا مدت که ای بعث شاه می باشه در حدود 10 سال یا کمتر از او هست و بعد از او ای فوت میکنه و برادر و پسر از ای جانشینش میشه. و قبل از اینکه ما پیش از او بریم، باید چیزی که نمیخوام فراموشم شوه که بابر بسیار یک مسجد بزرگ، بزرگترین مسجد در دهلی آباد کرد که ای مسجد بابر میریم به تصویر 4. بله، ای از یکی از بزرگترین مسجد است که در دهلی توسط بابر ساخته شد. و حال ما قبل از اینکه پیشتر برم، میرم به یک شعر زیبایی که این شعر نوشته خود بابر است بر شما تقدیم میکنم. قراره که من قبلا گفتم که اینا بسیار زیاد رونق دادن ادب و شعر زبان پارسی را در اونجا و هم فرهنگ در اونجا پیش بردن. و یکی از شعرهای بابر ما حالا خدمت شما تقدیم میکنم. در دور ما ز کهنه سواران یکی می است، در دور ما ز کهنه سواران یکی می است، وان کو دم از قبول نفس می زند نی است. این سلطنت که ما ز گداییش یافتیم، دارا نداشت هرگز و کاووس را تی است. می نوش و جرعه با من دردمند بخش، رند شراب خاره به از حاتم تی است. دانی کمان ابروی خوبان سیاه چراست؟ کز گوشه هاش دود دل خلق در پی است. Thank you.
دارد و زلف او دل زنار بند ما سودای کفر و کافری و هرچی در وی است سودای کفر و کافری و هرچی در وی است بابر رسید ناله زارت به گوش یار بابر رسید ناله زارت به گوش یار لیلی وقوف یافت که مجنون در این حی است لیلی وقوف یافت که مجنون دوستان عزیز امیدوار هستم از این شعر لذت برده باشید و هم تا اینجا برنامه ما مورد توجه شما قرار گرفته باشه و حال میریم به اعلانات بازرگانی بانکوت هال و رستوران میراش با شکوه‌ترین و مجلل‌ترین رستوران افغانی در امریکا آماده پذیرایی از شما همیهنان عزیز می باشد بانکوت هال و رستوران میراش بهترین و باشکوه‌ترین مکان برای مراسم عروسی، شیرینی‌خوری و سالگرد می باشد. شما همچنان می توانید فاتحه و ختم قرآن را در این مکان برگزار نمایید. ما در بانکوت هال و رستوران میراش از عالی‌ترین مواد برای تهیه غذاهای خود استفاده می کنیم. غذاهای لذیذ و اصیل افغانی در بانکوت هال و رستوران میراش خوشمزه ترند. ساعت پذیرایی سه شنبه تا یک شنبه از ساعت 11 صبح تا 8 شام جمعه ها و شنبه ها از 11 صبح تا 9 شام آدرس 22731 Aspen Street Lake Forest California تلفن 949-716-4323 Credit card debt can ruin your life. If you owe $10,000 and minimum payments are siphoning away your paycheck each month, you can get debt-free in less time than you think. I've paid $800 a month for the past 3 years and haven't changed the balance on my credit card. Get Debt-Free Now has a program to reduce your debt, stop the harassing phone calls, avoid financial ruin, and settle for less than you owe. I feel like a huge weight has been lifted off my shoulders. You're pre-approved for our special hardship program if you owe $10,000 or more. Upon payment of your new lower balance, your debt will finally shrink until you are debt-free. My family no longer has 30 years of payments ahead of us at 20% interest. There's no fees until you see results. So call now. Make one monthly program payment and free up your cash. Resolve your debt. Call 800-274-4090. 800-274-4090. عبدالرسولی مشاور صادق و قابل اعتماد در امور خرید و فروش املاک مسکونی و تجارتی مشوره رایگان برای انتخاب وکیل بیمه انسپکشن و غیره با خرید خانه کرای کوچکی پول وکیل و انسپکشن شما پرداخت می شود اگر توسط عبدالرسولی خانه بخرید کمیشن فروش خانه قبیتان از سهم وی رایگان با استفاده از خدمات مشورتی عبیب رسولی آرزوی داشتن خانه تانا برآورده سازید شماره تماس 647-229-85 Here's a dirty little secret. When you wash your face at the end of the day, you might only be cleaning the surface of your skin. To clear those congested pores, you need a deep clean. And today, you can get it with ProActive's incredible deep cleansing brush. And here's something even more incredible. You get the brush free when you order a ProActive system today.
I love the deep cleansing brush because it really gets in those pores. I was using a brush that was over $200, and I like this so much better. This isn't just any brush. This is the only one from the doctors at Proactive, so it's specially designed for acne-prone skin. Call the number on your screen now to get America's number one acne brand for just $19.95. Be among the first 500 callers, and you'll also get the deep cleansing brush free. Plus, more secrets for flawless skin. That's a $93 value for just $19.95. You only have two hands, but you have a whole lot of bristles. This is such an incredible offer that supplies are limited. Call the number on your screen now. بنی آدم اعضای یکدیگرند که در آفرینش ز یک گوهرند. باید بیاموزیم که به دین، زبان، رنگ و عقاید یکدیگر احترام بگذاریم. این تنها راه رسیدن به اتحاد و یگانگی است. بینندگان عزیز و حال میریم به مطابق برنامه و حال میریم به این که بعد از همایون پسرش اکبر به سلطنت میرسه که اکبر یکی از بزرگترین شاهان مغول بود و ایرا به نام اکبر دی گریت یعنی اکبر کبیر هم یاد میکنن که اصلاً سلسله شاهان مغلی در هند سلسله کلاسیک و اصلی امپراتور مغول ها اصلاً از اکبر شروع میشه. و چی دلیل؟ که اول اکبر دوره سلطنتش از 1556 تا 1605 دوام میکنه و یک دوره بسیار درخشان است، هم از نگاه زبان فارسی هم از نگاه فرهنگ خراسان زمین که آوردند و هم از نظر آرت، از نظر فرهنگ، از نگاه کالیگرافی که به حساب فارسی میگن که یعنی خطاطی یا خوشنویسی که در عربی و فارسی زیادتر این نوشتار استفاده میشه و آرت بسیار مهمه که چی هست؟ میناتوری، که میناتوری را ما میفهمیم که بهزاد برای اولین دفعه میناتوری را به وجود آورد که اصلا از هرات بود و بعد زیاد عمرش به ایران سپری کرد و بعد در آخر عمر دوباره به ایران آمد و به هرات آمد و مرقدش به هرات است. و ای تمام رسامی های میناتوری در اینجا بسیار زیاد شهرت پیدا میکنه و چیزی که در دوره اکبر بسیار مهم است که کتاب های نوشته میشه، مثلا آیین اکبری. آیین اکبری چی کتاب است که در او تمام دولت داری، قانون و قوانین دولت در او نوشته شده و در این کتاب تمام پرنسیپ ها از نگاه اقتصاد، از نگاه سیاست، از نگاه روابط بین المللی که یعنی حکومت مغلا با آسیای مرکزی، با ایران که روابط بسیار خوب داشتن، یا حتی تجارت، اینا بازرگان و بازرگانی و تجارت برای اولین دفعه به اروپا شروع میکنن و یک دوره بسیار زیاد درخشان است و این چندین دربار داره
که و کتابخانه و بسیار کتابخانه ها داره که یکی از مشهورترین کتابخانش که تقریبا در آگره است و تقریبا 24,000 نوشته های مختلف از سانسکریت تا فارسی تا عربی، یونانی، کشمیری، اردو، هندی از تمام این زبان ها هست. و هم چیز دیگه که اکبر بسیار زیاد آدم هوشیار بود، بسیار زیاد یک سیاست مدار واقعا برازنده بود که یک دموکراسی مطلق در دین آورد، چون ای در هند ادیان مختلف بسیار زیاد بود و شاههای مغلی همه مسلمان بودند و دین رسمی اونجا اسلام بود، اما مردم بسیار ادیان مختلف است. چون ما معلوماتی که ما برای شما میتم، چون ما در یونیورسیتی در مورد تاریخ هند و ادیان هند ما خواندیم و این چیزایی که برای شما میگم از او هست که میگم. و در تمام هندویزم، جینیزم، بودیزم، تمام این ادیان یعنی مشهوره که در هند بود، تمام اینا به دربار را میافن، یعنی امی کورت یا به حساب ما دربار میگیم یا این جاهایی داشتن که به نام عبادت خانه یا خانه عبادت یاد میکردن که از مذهب زردشتیان، از چون از ایرانم، از فارس و از شمال افغانستان هنوزم یعنی زردشتیایی بود که مثلا به هند آمده بودن بسیار در گذشته ها و اینا هنوزم او دین نگاه کرده بودن. بنابراین از زردشتیان، از بوداییان، از هندوها، کریستیان ها، عیسوی ها و مسلمان ها همه به عبادتخانه مشهور اکبر جمع می شدن و اینا مباحثه دین می کردن که در اینجا بعد از این مباحثه های دین بالاخره اکبر کتاب نوشت که توسط یکی از وزیرانش که به نام ابوالفضل یاد می شد کتاب نوشت به نام یکی آیین اکبری بود که تمام دولتداری و قوانین بود و ای به نام الهی به نام الهی نامه یا امی چیزا بود اسم او کتاب که او به این نتیجه رسید بعد از این که مباحثه که با ادیان مختلف کرد ای به این نتیجه رسید که تنها یک دین من این ترجمهش از که از انگلیسی میکنم امیدوار هستم که من درست بتانم این ترجمه کنم میگه که تنها یک دین نمیتوانه دعوای انحصار حقیقت ها را بکنه، یعنی او میگه که اسلام یک دین بزرگ است، عقایق میگه، اما دین های دیگه هم وجود داره که حقیقت ها را میگه، مثلا دین عیسوی را میگه که حقیقت های در این دین است، مثلا دین های دیگه مثلا در دین زردشتی میگه مثلا بعضی چیزهایی است که در او هم عقایق وجود داره، مثلا در دین مثلا جینیزم هم یک عقایق وجود داره. درست است که دین از اینا دین اسلام بود، اما وقت مباحثه که میکنن بالاخره به این نتیجه میرسه که تنها یک دین نمیتونه انحصار کنه تمام حقیقت ها رو یا دعوا بکنه. بنابراین هر دین دیگه حقایق در دین های دیگه هم وجود داره و این باعث میشه که در اونجا بعض ملاها و شیخها برازی کفر یا میگن که برش میگن که کافر شده یا برازو امو چی کفر هم میگن برش و ای در حالی که ای اون تاخر که بود مسلمان بود او کافر نبود و این کلش به چه خاطر بود؟ برای سوشیو پولیتیک، برای زی که این بتانه یک دولت بسیار خوب
یک دموکراسی دین، یک آزادی دین داشته چون و هم این توجه خدا به یک مولتی کلچرالیزم، یک خاص که فرهنگ های مختلف باید رشد بیابن و زیادترین فرهنگ فارسی یا مثلا خراسان ای بسیار پیش برد، اما این خواست که فرهنگ های لوکا یا موزی را هم این خواست که رشد بیابه و هم این درباره از ای همیشه شاعرها بودن از تمام آسیای مرکزی که سمرقند و بخارا و از کابل، از خراسان کبیر، از فارس، از که ایران امروز است و هم از پاکستان، از تمام اینا شاعرها جمع می شدن و به دربار از اینا و شعر می سرودن و بزمای شعر و ادب و اینا داشتن و هم باید ببینیم که اولین بار کالیگرافی در هند آمد که از در زبان عربی و فارسی که میریم با میریم با کالیگرافی میریم با تصویر دهم. شما میبینین ای یک تصویر از تاج محل است و ای آیات قرآن شریف است، ای چی است؟ قرآنیك ورسز که به دور ای تزئین شده بسیار زیبا به دور امی تاج محل و این نوشتایی است که برای اولین بار در زمان اکبر، در اکبر بزرگ در هند امی کالیگرافی به وجود آمد و هم در اینجا رسامی های بسیار زیبای میناتوری برای اولین دفعه در هند باوجود آمد و این رسام ها بازارها رسام که ما در اینجا میبینیم در این شما در این تصویر در این پورتریت شما میبینین که این نشسته و وزیرش ابوالفضل امی کتاب آیین اکبری را برش تقدیم میکنه و در اینجا میبینین که به صورت عموم این تصویر ها در او نیمرخ هست، تمام این تصویر کسایی که در اینجا هست و این کجا هست؟ این امی جایی هست که ما میگیم عبادت خانه، گفتم جایی که تمام امی از ادیان مختلف در اینجا جمع میشن و این یکی از امی رسامی ها هست و این دیگه هست که بازم میبینین در این پورتریت همه این پورتریت اینا میناتوریست اما نیمرخ هستن، نیمرخ هستن، این تنها ای کوشش کرده که میناتوری هم است و هم کوشش کرده که آرت از تری از یعنی از هند، از هند قدیم، یعنی از فرهنگ هند، از فارس و از خراسان و از هند، از تمام اینا یک جای کرده، حتی از ترک، از عرب یک جای کرده و یک آرت بسیار زیبا ساخته و هم و در اینجا میبینین که ای چقدر یک تصویر زیباست و ای چقدر و ای هم به مو شکل میناتوری هست که ای به سبک به شکل میناتوری اما در این دیده میشه از رسامی های گذشته هند و هندویی در این دیده میشه و در اینجا میبینین که خب این تصویر تصویر از چی بود که فعلا نمیخوایم در این مورد صحبت کنم اما میریم به تصویر نهم که تصویر خود اکبر است. بله اینجا میبینین که این تصویر خود اکبر بزرگ است و ما قبل از این که
بدیگه دیتیل برم یا بدیگه جزئیات برم. من یک شعر بسیار زیبایی هست از البته من بسیار کوشش کردم که از شاعرها و از شعرهای بسیار مشهوری که در دوران اکبر بوده پیدا کنم، متاسفانه وقت چیز پیدا کرده نتونستم، اما یک شعری که از شاعرهای مغال که در افغانستان سلطان حسین بایقرا و اینا بودن، از سلطان حسین میرزا بایقرا، از پسرش که به نام فریدون حسین میرزا هست که متخلص به فریدون است، یک شعر زیبای از او بایسه یک شعر از شاههای مغالا بر شما تقدیم میکنم و امیدوار است استم که مورد توجه شما قرار بگیره. تو را که خال سیاه در چه زنخدان است، هزار یوسف گم گشته بر تو حیران است. براه عشق چو بنهادی قدم زاهد، براه عشق چو بنهادی قدم زاهد، مگو که قطع بیابان عشق آسان است. زراح عشق سلامت نمیتوان رفتن، که کوهای بلا ریگ این بیابان است، که کوهای بلا ریگ این بیابان است. سر کوی دوست منزل کرد، هر آن که خاک سر کوی دوست منزل کرد، به پیش دیده او به ز باغ رضوان است، به پیش دیده او به ز خاک ز باغ رضوان است. ز تیغ یار فریدون مکش سر تسلیم، ز تیغ یار فریدون مکش سر تسلیم، چرا که بودن و نابودن تو یکسان است، چرا که بودن و نابودن تو یکسان است. بینندگان عزیز، امیدوار استم از این شعر لذت برده باشین و حال میپردازیم به مطابقه برنامه و گفتیم که دوران اکبر کبیر یک دوره بسیار
پر رونق و درخشان درخشان در هند بود و گفتیم که چقدر از نگاه سیاسی، از نگاه اقتصادی، از نگاه اجتماعی، از نگاه شعر و ادب و فرهنگ و همه بسیار زیاد پیشرفت کرد. و هم چیز دیگه که من باید یادآوری کنم که در این زمان بر ای که ای کوشش میکرد که تمام یعنی تمام هند انوز با قلمرو اکبر نبود، چون قسمت زیاد هند گرفت و تصرف کرد، اما یک قسمت دیگه بود که راجپوت ها، راجه ها در اونجا مثل ملکه توایفی زندگی می کردن و یک تعداد زیاد اینا را کوشش کرد که روابط دوستانه با ایشان داشته باشه و زیر نفوذ خود داشته باشه، اما یک قسمت دیگر از اینا یک تهدید بودن به دولتش و اینا زیاد در فکر قدرت بودن که قدرت بگیرن. اما ای بسیار هوشیار بود و همیشه کوشش میکرد که با تمام مردم هند روابط بسیار نزدیک داشته باشه. اما با این همه عدالتی که ای داشت، قصه های هست که میگن که اکبر پسرش سلیم که عاشق انارکلی بود و انارکلی یک رقاصه دربار بود و که اینا که ایره نگذاشت که با او عروسی کنه، چون هیچ وقت نمیخواست که یک رقاصه به دربار یعنی ملکه باشه. بناهن نظر به داستانی که بود گفتن او کشته شد و در بین دیوار گرفته شد و او یعنی او ناکام شد به عشقی که داشت و که ای در حقیقت نداره، چون یک داستان بود که یک نویسنده انگلیس باعث سیاحت کرد در هند و او این داستان را نوشت. برای ای که نظریات مختلف دیگه وجود دارند که میگن انارکلی اصلا وجود نداشت و اگر بودم تنها یک رقاصه بود و بعضی ها میگن که رقاصه دلخواه اکبر بود و هم نظریات دیگه وجود داره که خانم اکبر بود که پسر سومش که به نام دنیو بود و مادرش انارکلی بود. و حال میریم به یک آهنگ زیبایی که از سلیم و انارکلی به شما صحبت میکنه.
فراموش کردی که او یک کنیز است ولی قابل آن است که ملکه شود ملکه هندوستان قسم به دولت هند عظیم ای ترک خواجه قسم به جمال انارکلی این چنین خواهد شد سال گزر گئے پنجاب سکھوں کے قبضے میں چلا گیا اور بدنصیب انارکلی کا مزار شہزادہ کھڑک سنگھ کی رہائش گاہ بنا دیا گیا 50 سال یوں گزرے اور پھر انگریز آ پہنچے عبادت کے لیے جگہ اچھی لگی سو گنبد میں صلیب گاڑی اور ساری عمارت چونے سے ڈھک دی 40 سال تک بینندگان عزیز امیدوار سم از این آهنگ لذت برده باشین اما متاسفانه که من نتانستم شعر و معلومات دیگه را بر شما ارائه کنم انشاءالله که متباقی برنامه و یا امپراتوری مغول ها را معلوماتش انشاءالله به هفته های آینده خدمت شما تقدیم میکنم فعلا با شما خداحافظی میکنم و انشاءالله که هفته خوش در پیش رو داشته باشین خداوند نگهدار رسولی مشاور صادق و قابل اعتماد در امور خرید و فروش املاک مسکونی و تجارتی مشوره رایگان برای انتخاب وکیل بیمه انسپکشن و غیره با خرید خانه کرایه کوچکشی پول وکیل و انسپکشن شمایی پرداخت می شود اگر توسط عبید رسولی خانه بخرید کمیشن فروش خانه قبیتان از سموی رایگان با استفاده از خدمات مشورتی عبید رسولی آرزوی داشتن خانه تانا برآورده سازید شماره تماس 647 229 85
بانکوئت هال و رستوران میراش با شکوه‌ترین و مجلل‌ترین رستوران افغانی در امریکا آماده پذیرایی از شما همیهنان عزیز می باشد. بانکوئت هال و رستوران میراش بهترین و با شکوه‌ترین مکان برای مراسم عروسی، شیرینی‌خوری و سالگرد می باشد. شما همچنان می توانید فاتحه و ختم قرآن را در این مکان برگزار نمایید. ما در بانکوئت هال و رستوران میراش از عالی‌ترین مواد برای تهیه غذاهای خود استفاده می کنیم. غذاهای لذیذ و اصیل افغانی در بانکوئت هال و رستوران میراش خوشمزه ترند. ساعت پذیرایی سه شنبه تا یک شنبه از ساعت 11 صبح تا 8 شام، جمعه ها و شنبه ها از 11 صبح تا 9 شام. آدرس 22731 Aspen Street, Lake Forest, California. تلفن 949-716-4323. I owed the IRS $10,000. I owed the IRS $20,000. The IRS garnished my wages. They put a lien on my house. The IRS is the most powerful collection agency in the world. They do not give up until you pay. I couldn't sleep. We were being audited. I called Tax Solutions Now, and a great big weight was lifted off my shoulders. I called Tax Solutions Now, and they got the IRS off my back. Tax Solutions Now had my wage garnishment lifted in 48 hours. Tax Solutions Now can get you help. Our agents know the rules, can stop the pain, and get you the best deal. We saved our home and overcame the most powerful collection agency in the world. We connect you with a team of former IRS agents and tax professionals who get the IRS off your back. Time is running out. Call Tax Solutions Now. Call 800-601-2913, 800-601-2913. نگاه دیجیتال پروڈکشن در مکان جدید در جنوب کالیفرنیا با مدیریت آقای فرید ملکیار که در امور ویدیوگرافی و فوتوگرافی نام سرشناخته در جامعه افغانی دارند، دفتر جدید خود را جهت خدمت به شما عزیزان می گشایند. خدمات نگاه دیجیتال پروڈکشن شامل ویدیوگرافی، فوتوگرافی و تنظیم و تبدیل ویدیوهای خانوادگی، جشن‌های عروسی و محافل خوشی شما به DVD و بلوره می باشد. ضمناً خدمات دیگری چون کمپیوتر ریپیرز، دیتا ریکاوری، هاردور ریپیرز و تنظیم و ترمیم سیستم‌های جادو تیوی را با قیمت‌های مناسب و سرویس بی‌سابقه به شما ارائه خواهند کرد. اگر نیاز به خرید آیفون، آیپد و وسایل دیگر مربوط به آن را دارید، می توانید آنان را با نزدیکترین قیمت از نگاه دیجیتال به دست آورید. آدرس جدید دفتر ما 7441 Garden Grove Boulevard, Suite E, Garden Grove, California 92841 می باشد. با ما می توانید نیز با شماره تلفن 949-275-4129 تماس حاصل فرمایید. بنی آدم اعضای یکدیگرند که در آفرینش ز یک گوهرند. باید بیاموزیم که به دین، زبان، رنگ و عقاید یکدیگر احترام بگذاریم. این تنها راه رسیدن به اتحاد و یگانگی است.